سلام دوستان، خب تو اینجا ما یه مجموعی از داده ها رو داریم و اگر توجه بکنین یک سری از اونها IR ستوس ها هستن. تقریبا 3 طبقه از داده ها هستن که ویژگی های مختلفه مثلا با عنوان IR ستوس ها کلاسه بندی شدن. بعد اومده مثلا IR ورسیکالر هستش، IRS و ویرژینیکا هستش. خب من دوست دارم که این طبقات رو توی شیت های مختلف داشته باشم، به این صورت که مثلا یه شیت IR ستوسا، یه شیت IR ورسیکالر و ورژینیکا داشته باشم، یه شیت ورژینیکا داشته باشم. توی اکسل تنها راه حل این کار به صورت عادی این هستش که من اینا رو بیام کپی کنم، این قسمت رو کپی کنم، بیام یه شیت جدید باز کنم و پیستش کنم. خب اگر من مجموعه داده هام به همین شکل مرتب و منظم باشه، راحت میتونم این کار رو حداقل واسه 3 از این طبقات انجام بدم. اما اگر منظم نباشه، یعنی اینا بین هم دیگه مخلوط شده باشن چطور؟ یا اینکه مثلا تعداد این کلاسه های من زیادتر باشه چی؟ مثلا 10 باشه چی؟ 10 باید این کار رو انجام بدم. به خاطر اینکه این کار تو اکسل سخت میشه، ما یه افزونه اکسترا که داریم تو اینجا دیواید دیتا رو داریم، یعنی تقسیم کردن داده ها، برای اینکه این داده هام رو به راحتی بتونم تقسیم بندی بکنم. خب این ابزار در واقع ویژگی‌های مختلفی داره که به دونه دونه اونا رو می‌خوایم ببینیم. اولین کاری که باید بکنین اینه که ناحیه‌ای که داده رو دارین کلا سلکت کنین، بعد بیاین اینجا دیواید دیتا رو بزنین. میبینید که به صورت خودکار این قسمتی که سلکت شده میاد اینجا. اگرم خواستین میتونین دوباره تو این قسمت اینپوت رنج این قسمت داده ها رو به راحتی سلکت بکنین. خب این میشه اینپوت رنج ما. حالا طریقه تقسیم بندیش رو میخواد ازتون میپرسه، میگه آیا سطر به سطر برن؟ اینجا واضحه که باید سطر به سطر بریم دیگه، یعنی یه سطر مربوط به IR ستوسا هستش، داده های من به صورت سطری تقسیم بندی شدن. بعد اگر برعکسمون بود که حالا بهتون نشون میدم، مثلا به این صورت بود که من یه شیت دیگه ای داشتم، حالا تو اینجا پیستش بکنم به صورت ترانسپوز، این الان ستونی هستش، یعنی به صورت ستونی داده های من قرار گرفتن، رپورت های من قرار گرفتن، میتونم مثلا ستونی تقسیم بندیش بکنم تحت این شرایط. خب برگردیم اینجا اکسترا، من به صورت همین رو هستش که میخوام به صورت سطر به سطر کپی بشه. بعد اینجا من ناکن سطر اولم عناوین داده هام هستم، عنوان داده هام هستم، پس include data label رو هم باید چکش خورده باشه. اگر عنوان نداشته باشه باید چکش رو بزن. توجه بکنین عنوان تو هر کدوم شیتا کپی میشه که عنوان رو داشته باشیم. و یه چک باکس دیگه خوب ما اینجا رندوم پرموتیشن هستش، یعنی وقتی که داره داده رو کپی میکنه تو شیتای دیگه، این داده ها رو به همین ترتیب نیاره، به صورت تصادفی جابجا بکنه که واسه کارهای آماری خوبه. و اینجا من میتونم تعیین کنم که به چند تا شیت تقسیم بندی بکنه، اینجا میتونم بگم چند درصد داده ها رو تقسیم بندی بکنه، و اینجا جایی هست که میتونم این در واقع معیارهام رو بذارم، یعنی بیام یه رنج انتخاب بکنم که معیارهام قرار گرفتم، بیام بگم هر جا که دیدی IR ستوسا هستش یه شیت درست کن و داده‌های مربوط به IR ستوسا رو بریز اونجا، هر جا که دیدی IR ورسیکالر هست داده‌هاش رو بگیر بذار توی اون شیت IR ورسیکالر و غیره. خب من از این طریق میخوام این کار رو انجام بدم. بعد حتما تیکش رو بزنین، اگر اینجا چک باکس اینجا چک بکنین بر اساس این روش میره، اینجا حتما باید چک باکسش رو بزنین و بعد دیواید کنین و بعد منتظر میشین مسیج دان رو میبینین. میبینین که شیت های مربوط با IR ستوسا و ورسیکالر و ورژینیکا رو واسه ما اوورده و تقسیم بندی داده هام رو انجام داده. حالا اینجا که من به صورت ستونی تقسیم بندی کردم، من بیام نگاه بکنم دیواید دیتا رو میزنم، دیتا لیبل من تو ستون اول هستش، بعد میخوام دیواید من بر اساس رنج باشه و اینجا هم بر اساس ستونی بره. بعد میام رنجم و حالا تو همین شیت بودش اینجا انتخاب میکنم و بعد دیواید دیتا رو میذارم، پس به صورت ستونی دارم میرم جلو. رندوم هم میذارم که بیاد یه تقسیم بندی رندوم داشته باشه.
و بعد دیواید میکنم. میبینیم که اینجا شیتای مختلف رو واسه من انجام داده. چرا اینجا شیتا رو نامگذاری نکرده؟ ناکنه اینجا مثلا هر چی که ورژینیکا هستش رو آورده واسه من. تو اینجا هم هر جا که ورسیکالر بوده رو آورده. توجه بکنید چون من از قبل اینجا عنوان شیت هامو داشتم، نتونسته دقیقاً همین نامگذاری رو انجام بده. ببینید من یه نامگذاری یکتا باید داشته باشم. الان اگر بخوام این نامگذاری رو اینجا داشته باشم ارور میده به صورت عادی من، بخاطر همین نتونسته نامگذاری بکنه و شیت 11 و 12 داشته. پس وقتی که شما دارین تقسیم بندی رو میکنین، توجه بکنین که شیت های هم نام این عناوین رو حداقل نداشته باشین که به صورت خوب بتونین تقسیم بندی رو انجام بده. خب دیدیم که مثلا هر کدوم از اینا رو آورده، اول شیت گذاشته و طبقه بندی کرده و توجه بکنین داده های من پرموتیشن داشتن، یعنی تصادفی بودن. الان نگاه کنین مثلا سلول اول من 5.1.3.3.1.7.5 هستش، توی اینجا که داده های اصلی من هست 5.1.3.1.4.2.10 هست، یعنی یه پرموتیشن داده اینو با یه چیز دیگه عوض کرده، با این فکر کنم عوض کرده. پس به صورت تصادفی چون چک باکس تصادفی زدم، جایگشت های مختلف تصادفی واسه من درست کرده و گذاشته که واسه کارهای آماری مناسبه. خب من اینا رو دلیت میکنم. بیایم حالت های دیگرش رو هم ببینیم. دیواید دیتا رو اگر بزنیم، حالا به صورت عادی یعنی سطری واسه من تقسیم بندی رو انجام بده، خیلی وقتا مخصوصا واسه کارهای دیتا ماینینگ و ماشین لرنینگ من لازم دارم بگم آقا 20% از این داده های من رو جدا کن، 80% هم جدا کن، یعنی 20% توی یه برگه، 80% توی یه برگه دیگه با رندوم پرموتیشن، یعنی به صورت تصادفی. پس 20% رو میاد به صورت تصادفی میریزه توی یه برگه، 80% هم میریزه توی یه برگه دیگه که تو کار ماشین لرنینگ یکیش رو تست میذاریم و یکیش رو دادای لرنینگ قرار میگیم. الان توجه بکنه من دو تا برگه دارم به صورت تصادفی، میبینید تغییرات داده و 20% از اون رو آورده توی برگه اول گذاشته، دیتا لیبل منم آورده چون چک باکسش رو زده بودم و 80% هم آورده اینجا به صورت رندوم هم تغییر داده. ببینید اینجا قشنگ واضحه که به صورت رندوم تغییر کردن که واسه ماشین لرنینگ و کار دیتا ماینینگ مناسب هستش. خب پس این رو هم دیدیم. اما بعضی وقتا من یه سری داده دارم، یه مجموعه داده دارم، میخوام اونا رو مثلا به 10 تا شیت متفاوت تقسیم بندیش کنم. ترتیبش هم واسه من مهم نیست، یا مثلا به 4 تا برگه متفاوت تقسیم بندیش کنم. این را 4 قرار میدم، دیواید دیتا این تو شیت رو هم قرار میدم و بعد دیواید رو میذارم و 4 تا برگه جدید واسه من درست میکنه و از اول شروع میکنه این تقسیم بندی رو انجام دادم. ببینید چون رندوم پرموتیشن رو نزدم و همون ترتیب اومده واسه من به 4 برگه متفاوت طبقه بندی کرده و این طبقه بندی ها رو دارم، 1 2 3 4، این 4 تا برگه جدید من هست. پس دیواید دیتا به شما کمک میکنه که یا داده رو به یه تعداد شیت دلخواه تقسیم بندی کنین، یا به یه درصد به 2 برگه داده ها رو تقسیم بندی بکنین، یا اینکه طبقه بندی بکنید بر اساس یه سری معیار، بر اساس معیارهایی که یه رنج معیاری که انتخاب میکنید. اینم حتما باید رنج بندی شده باشه، یعنی باید سلول انتخاب بکنید، نمیتونید بنویسین کاما بذارید. خب این میشه دیواید دیتا. اینجا یه علامت سوالم داره که اومده این رو تشریح کرده که چرا مثلا دیواید دیتا رو داریم انجام میدیم، چه کاری انجام میشه، که همین حرف ما رو اومده اینجا توضیحشو نوشته. خب ممنونم از توجهی که داشتین. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.